قرمز پوشان پرسپولیس که در می اول اونها رو در سمت چپ تصویر میبینیم بازی رو شروع میکنن، در حالی که طلایی پوشان میزبان در بین موج حضور هواداران خودشون در می اول در سمت راست تصاویر دیده میشن. حالا دستور میده که ضربه کورنر زده بشه. رضایان بلند میفرسه داخل محوطه، مدافع ضربه سر میزنه پشت محوطه جریمه. این ضربه خطرناک و نفسگیر. حالا داخل محوطه یه برخورد به وجود میاد، داور اونجا میره و نقطه پنالتی رو ظاهرا داور نشون میده. اعتراض دانشگر، اولین صحنه بحث برانگیز این مسابقه. خطای ناشیانی این هم بود، به نوع خودش نگاه کنید اینجا اونقدرها شاید موقعیت خطرناک نبود، به هر حال یزدانی خطا کرده از دید داور و داور نقطه پنالتی رو نشون میده. در دقیقه دهم این لحظه ایه که دو بازیکن با هم چالش داشتن. خود گبلسیانی میزانه و توی دروازه، گل اول مسابقه برای پرسپولیس. با هم ببینیم واکنش های نیازمند رو فریبش داد گبلسیانی و دروازه تیم سابق خودش رو باز کرد گیورگی گبلسیانی. کاتاتاو، خود کاتاتاو در بین دو بازیکن حرکت میکنه، سومی رو دیگه خراب میکنه و مدافعین پرسپولیس توپو میگیرن و به هر حال میخوان اگر در نهایت نتونستن لیگ رو بگیرن، جام حذفی رو بتونن تصاحب بکنن، یه ارسال دیگه داخل محوطه جریمه. و اونجا بیرانوند میاد و داره صحبت میکنه. هنانوف اونجا داره با کاتاتاو صحبت میکنه و دارن درگیر میشن. پاس رو میده در میانه زمین، ترابی یه پاس، آفساید نیست، حرکت انجام میشه رو به جلو، موقعیت عالی. حالا پرچم کمک داور بالا رفت و آفساید گرفته شد. حالا در این سم یه بار دیگه ارسال تو، مدافعا بر میگردونن پشت محوطه، موقعیت عالی داره فراهم میشه و اونجا اجازه کار رو نمیدن. محمد قربانی پشت محوطه، قربانی پاسو میده، موقعیت برای شوت زنی، ببینیم میدن یا نه. حالا کاتاتاو فضا رو داد تیم پرسپولیس، اما ضربه کاتاتاو اصلا دقت لازم رو نداشت و توپ به بیرون رفت. یه توپ بلنده دیگه به میانه زمین، یه برخورد، خطا گرفته میشه. با هم ببینیم حرکت وحید امیری رو، این حرکت آل کثیر و اومد و این بار دانشگر خطا کرد. حالا توپ بلند فرستاده میشه روی دروازه و پیام نیازمند. نورافکن و رضاییان پشت توپ، نورافکن میفرسته روی دروازه و گل تساوی رو میزنه تیم سپاهان. فنی و فوتبالی باور کنید میتونه به تنهایی جذاب باشه همیشه. نگاه کنید این ارسال به دهانه دروازه، نورافکن توپ رو فرستاد با پای چپ، این ارسال به دهانه دروازه و دروازه خودشونو باز کرد. دانیال اسماعیلی فر گل به خودی زد. دانیال مدافعین پرتعداد سپاهان و تراکم خط دفاعی این تیم، حالا موقعیت هست برای پاس به بیرون، موقعیت عالی، این ضربه خطرناک. دانیال اسماعیلی فر خیلی دوستاشون گلی که به خودشون زد رو جبران کنه توی این صحنه. با هم ببینیم کاتبک فوق‌العاده ویران کننده‌ای که ترابی داد و دانیال ضربش هم زد و با اختلاف کمی توپ به بیرون رفت. یه جو از اون صحنه های حساس بازی، نگاه کنید خوششانس بود این بار نیازمند که توپ توی چارچوب نبود. خود امید نورافکن، رضایان بلند میفرسته داخل محوطه، بازم یه ضربه سر توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. ترابی پشت تو بلند ارسال به روی دروازه و گل. گل دوم رو میزنه تیم پرسپولیس، اما پرچم کمک داور بالا رفت، آفساید گرفته شد. توپ فرستاده بشه روی دروازه،
حالا بلند به داخل محوطه جریمه، اجازه کار رو نمیده اونجا. مدافع تیم سپاهان دوباره یه ارسال دیگه و گل، گل دوم رو حالا دیگه میزنه تیم پرسپولیس. ایصال کثیر، ایصال کثیر حالا نتیجه رو 2-1 میکنه در دقیقه 67. آل کثیر گل دوم رو میزنه و یه بار دیگه این پرسپولیس که جلو میفته. یه بار دیگه با هم ببینیم لحظه‌ای که پرسپولیس موفق شد گل برتری رو بزنه و نتیجه رو 2-1 کرد. بیرانوند بعد بازی رو به گردش در بیاره. خود نورافکن مستقیم به سمت چارچوب میزنه، توپو برمیگردونن رضاییان. کاتاتایو صاحب توپ حالا میخواد توپو بفرسته با پای راست، ارسال روی دروازه، این ضربه سر، توپ از کنار دروازه بیرون میره. شهریار مقانلو حالا موقعیت داره فراهم میشه، پشت محوطه موقعیت برای شوت زنی هم هست. حالا شهریار مقانلو در دو مرحله توپ رو گرفت. علیرضا بیرانوند، رضاییان با پای راست بلند میفرسته یک ضربه سر دیگه. تا میشد سعی کرد زاویه دار ضربه رو بزنه نورافکن. با هم ببینیم این توپ، این ضربه سر و بیرانوند توپ رو گرفت. فشار سپاهان، بازی داره دنبال میشه. حالا توپ فرستاده میشه روی دروازه و گل، گل تساوی رو میزنه سپاهان. فرشاد احمدزاده ورزشگاه رو منفجر میکنه. احمدزاده به تیم سابقه خودش گل میزنه، نتیجه 2-2 مساوی میشه. همه چیز از نو باید شروع بشه. یه توپ دیگرم دو مرحله‌ای گرفت، نگاه کنید این توپیه که فرستاده شد بیرام و نتونست توپو جمع بکنه کامل و احمدزاده در حالی که مدافع پرسپولیس عقب‌تر از اون بود دروازه رو باز کرد. سلک و بیرانوند هم کارت زرد میگیرن. حالا یه موقعیت عالی، این ضربه و بازم عبور توپ از کنار دروازه. دفاعی سپاهان، شکاف خط دفاعی سپاهان چند بار توی عمق حرکت کرده تیم پرسپولیس و این ضربه لیاندرو پریرا نگاه کنید با چه اختلاف کمی. حالا یه اشتباه، موقعیت برای پرسپولیس. رضاییان در واقع اونجا مقابل ترابی و توپی که میزنه آروم و پیام نیازمند تو سروش روی پای چپ. حالا توپو میفرسته به تیر دورتر، یه سر به یه سر خطرناکه دیگه. لیاندرو مارکس پریرا ثبت بکنه با این صحنه، این توپیه که فرستاده شد و این ضربه سر لیاندرو. سروش رفیع از اون ارسال‌های کلاسیک خودش رو انجام داد. خود وحید پا به توپ جلو میاد، وحید امیری در بین مدافع، امیری روی پای راست یه پاس و توی دروازه. بازم پرسپولیس گل میزنه. سیامک نعمتی، حرکت ویران کننده یه وحید امیری. خوشحالی هوادارای پرسپولیس برای بار سومه که پرسپولیس جلو میفته توی ورزشگاه نقش جهان. مسعود ریگی، سیاوش یزدانی، قطعا عملکرد سپاهان توی دفاع امروز خیلی پر حرف و حدیث بوده. نگاه کنید ریگی فقط میدوید دنبال وحید امیری، گذشت رو ببینید، پاس رو داد به نعمتی، حتی میتونست خودشم بزنه ضربه رو اما پاس داد اینجا و با این ضربه دروازه رو باز کرد. این پاسی که داد به سیامک نعمتی و نعمتی دروازه سپاهان رو باز کرد. دوباره کار سخت میشه برای طلایی پوشان میزبان. 3-2. آریا یوسفی، دوباره سروش رفیعی با
لیاندرو هم حرکت کرده، خود لیاندرو یه تکل بلند دوباره نقطه پنالتی رو داور نشون میده. بازم داور نقطه پنالتی رو نشون میده. سیاوش یزدانی کارت زرد و کارت قرمز. سیاوش یزدانی زهردار لیاندرو، این تکل بلند که داور تشخیص داد که بازم مرتکب خطای پنالتی شده سیاوش یزدانی برای دومین بار. رخ به رخ اونها رو مشاهده کردید، کدوم یکی موفق ترن؟ نیازمند نگه میداره سپاهان رو توی بازی یا کار رو سخت خواهد کرد ولیسیانی برای سپاهان. ولیسیانی میزنه و بازم گل، گل چهارم رو هم میزنه علی‌رغم تلاش نیازمند و تاثیرگذاری اون روی توپ. حالا گل چهارم رو هم میزنه پرسپولیس. پرسپولیس 4 سپاهان 2. پرسپولیس نتیجه 4-2 میشه. بازم ببینیم این ضربه نیازمند حرکت کرد، یه تأثیری هم گذاشت، اما ولیسیانی خودش رو دو گله کرد.